پس اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید. الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. با سلام و درود خدمت یکایک بینندگان عزیز، دوستداران و همه حقیقت جویان گرامی، با برنامه دیگر از برنامه های پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه ای که به پاسخ سوالات شرعی، فقهی و عقیدتی شما میپردازد. امیدوارم که در این برنامه هم پاسخی برای سوالات شما از جناب دکتر داشته باشیم و همچنین امیدوارم که بینندگان عزیز از این برنامه هم بهره کافی رو ببرن. در خدمت جناب استاد هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. کارشناس محترم برنامه جناب استاد دکتر احسان الله مبارز. سلام علیکم جناب استاد، وقت شما بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و تمام بینندگان عزیز در مقدمه برنامه سلام عرض میکنم و از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم که قسمی که به ما لطف نموده و علمی دین و شریعت الهی به ما آموزند و ما را در خدمت دوستان و عزیزان قرار داد. همچنین تا به پایان برنامه و نهایتا تا به پایان عمر ما را مورد لطف و عنایت خیش قرار دهد. آمین. و در مدد و مدد خود را بر ما نازل کند. جناب دکتر، سوالاتی که از طریق ایمیل یا پیامک به شبکه ارسال شده، لازم میدم ابتدا این سوالات رو بپرسم از خدمت جناب شما و همچنین بعد از این اگر وقتی شد، چون که واقعا سوالات زیادی ارسال شده، شاید هم سوالات از هفته های گذشته هم باشه، دقیقا نمیدونم، بعد از اون به صدای گرم بینندگان را هم خواهیم داشت تا سوالات آنلاین بینندگان را بشنویم. بیننده با شماره 937، سه شماره آخر 816، پرسیدن که آیا بعد از شهادتین و بعد از به سنت گرویدن، ظاهرا مذهب تشیع رو شیعه مذهب بودن قبلا، پرسیدن که اگر وقتی که انسان به سنت مذهب حقی اهل سنت روی بیاورد، خداوند متعال او رو مورد بخشش و آمرزش قرار میدهد؟ الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداهم الى يوم الدین و بعد. الله تبارک و تعالی وقتی که انبیاء علیهم السلام و دعوتگران و مصلحین جامعه بشری را فرستاد برای دعوت بشریت، بشریت در مجموع به جز افرادی بسیار محدود یک و دوی اگر می بود و احیانا هیچ هم نبود، غرق در کفریات و شرکیات بودند. دعوت انبیاء علیهم السلام برای رهایی کفریات و شرکیات و رو آوردن به توحید و حق، به توحید و سنت و حق و حقانیت، پیروی از حق و حقانیت بود. و محوری ترین نکته ای که اینجا هست، باید گناه هایی که در مرحله قبل از هدایت یاب شدن بوده باشه آمرزیده شود تا اینکه شخص با امیدواری های خوبی خود وارد پیروی میدان پیروی از حق شود. لذا پیامبر اکرم در آیات های متعدد قرآن کریم میگه یتوب و یکفر عنهم سیئاتهم، اگر این مشرکین و کفار توبه کنند، درست، ما گناهان و بدی هایی که داشتن او را می آمرزیم. همچنان که بعد از اسلام آوردن هم، بعد از اینکه انسان وارد اسلام می شود و در دایره توحید زندگی خدا به سر می برد، باز هم به اساس ضعف و کمزوری های بشری مرتکب اشتباهات و گناه های کبیره می شود یا صغیره، باز هم توبه بزرگترین راه بخشایشی اونها هست که فرد با عزم راسخ و پشیمانی شدید از کرده بد خود، عزم راسخ اصلاحی آینده و روی قدم گذاشتن به میدان اصلاحات و میدان نیکی، از به درگاه الله تبارک تعالی توبه میکنه، رجوع میکنه
و گذشته خودت تصمیم قاطع با پیمان قاطع به الله تبارک و تعالی میبندد که من دیگر به گذشته بدی خود بر نمیگردم. الله تبارک و تعالی در تمام این حالات تا به وقتی که انسان به غرغره مرگ میرسه، وقتی جان کندنش میبوده باشد و یا در مجموع تا به وقتی که دروازه توبه باز است بسته میشوه، که او زمان است که آفتاب از مغرب از غروبگاه خود بر میگرده دوباره از نه از جای اصلی خود، پس اون زمان دیگر دروازه توبه بسته میشود. دو مرحله داره، یک مرحله عمومی و یک مرحله خصوصی فردی، که برای هر فرد وقتی که درست به غرغره جان کندن میرسه او وقت بسته است، دیگر ما قبل او راه توبه باز است و توبه بهترین و عمده ترین راه است برای آمرزش گناهان. یعنی نظر شما این است که برای هر شخص، هر شخص چه مسلمان چه غیر مسلمان، خواسته باشه به راه توحید بیاد، به راه یک تا پرستی بیاد، تا زمانی که راه توبه براش بازه، اونم که شما فرمودین که دو راهه، یک راه فردی که موت هر شخص قبل از موت با توبه کنه، یا به حساب بگیم که تو بسته شدن راه عمومی که طلوع خورشید از مغرب هست، و همچنین فکر کنم حدیث هم باشه که الاسلام یهد ما کان قبله، حال دیگه حدیث است یا بله حدیث است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله الاسلام یهد ما کان قبله، اسلام اون چیزی که قبل از او بوده همه او را نیست و نابود می‌سازد، و توبه تو تجب ما کان قبلها، و توبه هم اون چیزی را که قبل از او انجام شده هم را نابود می‌کند، قطع می‌سازد و می‌بره. جزاکم الله خیر، خیلی ممنون. و همچنین بیننده در رابطه با همبستری پرسن که اگر خانمی حامله است شوهر میتونه با اون نزدیکی کنه یا نه، اگر نزدیکی کرد گناهکار یا خیر؟ در صورتی که بر اساس گزارش ها و توصیه های طبی دکتر مخصوصی اونها که هست درست ممانعت نبوده باشد که با نزدیکی باعث آسیب به زن یا به مرد یا بعد طفل و جنینی او می شده باشد، در غیر از او هیچ اشکال و ممانعت شرعی وجود ندارد. بله زمانی که از طرف دکتر شخصی زن توصیه شده باشه، توصیه شده باشه و این بررسی شده باشه به این نتیجه رسیده باشه که ضرر دارد چی به مادر و چی به طفل، در اون صورت باید اجتناب کنند. و اگرچه از نظر شرعی گناهی شامل این نمیشه، فقط این به خاطر این است که ضرر و نقصان به مادر یا جنین نرسد. نه، در صورتی که نقصان متحقق بوده باشد، اینجا قانون قاعده کلی اسلام است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که لا ضرر ولا ضرار، یعنی آسیب پذیری و آسیب رساندن به دیگر در اسلام روا نیست، نه به دیگر آسیب برسان نه خود به خود آسیب بپذیر. درست. و همچنین بیننده در رابطه باز هم با مشابهت با سوال اولی پرسیدن که حدود دو هفته است که سنی شدم، قبلا هم شیعه بودم، یه مشکلی دارم، راستش خانواده‌ام بهم فشار میارن و خیلی شیعه متعصبن و سواد کمی دارم و قبول نمی‌کنم واقعیتو. وقتی دست بسته نماز میخونم تو اتاقم میان داخل، منم از ترس دستامو باز میکنم، آیا نمازم درسته یا خیر؟ لطفاً راهنمایی کنید. الله تبارک و تعالی موفقتان داشته باشد و بر راه حق با ثبات و پایدار شما را نگه دارد. و دیگر خانواده ای که تا به حال به حق نرسیدن و نسبت ناآگاهی ها و نادانی های جهل و غلط فهمی هایی که از طرف افراد و دسته های تزریق شدن گرفتار جهل و جهالت هستند، الله تبارک و تعالی اونها را هم به حق و حقیقت و به توحید از منجلاب شرک و گمراهی بکشانه و به توحید و براه حق برسانه. دوم موضوعی که راجع به نماز گفتن اشکالی نداره، در الله تبارک و تعالی این نقصی که هست چون دست بستن در نمازی که از سنت های تمام انبیاء علیهم السلام هست، اما در صورتی که نسبت خلل
و مشکلی که شما مواجه هستید گهگاه برایتان مشکل می شده باشد، اشکال ندارد و در نماز خلل انشاءالله وارد نمیشه. وارد نمیشه. جزاکم الله خیر. و همچنین دوستی به نام حی خالقی پرسیدن که اگر کسی قرآن را اول تو مسجد شروع کرده باشه، یعنی تلاوت قرآن را ابتدا تو مسجد شروع کرده و ادامه اون تلاوت رو در خونه میخونه، این نشین که فرق داره یا نه، مسجد بهتره یا خونه، یا فرقی نداره که در مسجد تلاوت کنه یا در خونه؟ لطفاً در این مورد توضیح بدین، ظاهرا براشون ارشاد. یعنی اینجا اشکالی در این موضوع وجود نداره. این سوال دارای دو جزئیه هست، جزئیه که آغاز تلاوت در مسجد شده و پس تکمیل او در خانه. درست. یعنی در اینجا باید یک اندازه به حساب به معنا و مفهوم آیات توجه شود که قطع و برید به شکلی نیاید که وقتی که اینجا آغاز میکنه از آیت در معنا خلل وارد میشه وارد میشده باشد، در صورت از این اجتناب بکنه. درست. باید متوجه این مسئله بوده خلل وارد نشود. ظاهرا ایشون اینجور پرسن جناب استاد که مثلا حالا ما بگیریم به صورت مثال 10 جزء یا 5 جزء یا تا اول مثلا سوره کهف تا فلان جا ایشون تو مسجد تلاوت کردن، حالا از ابتدای آیه یا از ابتدای سوره یا از ابتدای جزء میخوان ادامه شو در خونه بخونن. و دوم، موضوع خواندن قرآن کریم در خانه با برای اهل خانواده یکی از جمله مأموریت هایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او توصیه کردند. یکی نماز نفل، ادای نماز های نفل در خانه. درست. و یکی تلاوت قرآن کریم در خانه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند که در خانه هایتان نماز بخونید و خانه هایتان را قبرستان نسازید. همچنان می فرمایند که اقرا البقره فی بیوتیکم، در خانه هایتان قرآن کریم سوره بقره را بخوانید و خانه هایتان را قبرستان نسازید. در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دو نکته مهم میرهم اشاره از عقیدتی و منهجی اشاره میکنن که قبرستان جای نماز خواندن و جای قرآن تلاوت کردن نیست. و خانه وقتی که در اون نماز خوانده نشد و تلاوت نشد، درست، خود به خود قبرستان میشه، خود به خود قبرستان میشه و به مثابه قبرستان میشه. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما را مأمور ساختن که باید در خانه های خود قرآن کریم بخوانیم و یکی از مأموریتی ماست. در مسجد عموما خوانده میشه و اقلش در نمازها، درست، دیگه خوانده میشه و افراد میخوانند، اما در خانه باید خواند. درست. بیننده پرسیدن که یه خانم پرسیدن که بدون رضایت شوهرشون طلاق گرفتن و شوهرشون هم ظاهرا جادو شده بود و قبول کرده زن این طلاقو، الان 10 سال گذشته بازم شوهرشون میگه من طلاقش ندادم، یعنی خانمشون طلاق نداده. ایشون پرسیدن که الان شوهر دارم یا نه، یعنی منظورش این بوده که شوهر قبلی، یعنی در فلان شوهرشون گفته میشه مرد قبلی یا نه. ظاهرا سوالشون اینجوری بود باشه. ظاهرا خواهر ما فعلا علاقمند برگشت به شوهر خود است. درست. خب در موضوعی که راضی بودن یا ناراض بودن، اینجا در موضوع طلاق اصل و معیاری رضایت شوهر است. درست. یعنی ما در برای جدایی در شریعت مقدس اسلامی برای جدایی میان زن و شوهر رضایت زن ملاک نیست. اینجا دو قانون داره، دو طریقه یا دو راه. یکی راهی که زن در صورتی که راضی نبوده باشد میخواهد فاصله بگیرد، اینجا برای او در شریعت اسلام خلع، قانون خلع تعیین شده از طریق با پیمودن راهل مخصوص خودش، بله، کانال های مخصوصی خلع و راهی او میتونه که از شوهر جدا بشه، شوهرش جدا بشه و محکمه بالا در این مسئله بالای او باید که بقبولن. درست. و موضوع دوم هست که مرد راضی نیست زندگی خود ادامه بده، اینجا راه جدایی او طلاق است. درست. و فرق میان این دو در اجراءات اساسیش این هست که در صورتی که مرد را راضی نیست، جدایی، فیصله جدایی را مرد میکند. درست.
اینجا نمیتونه از آن چی برای همسر خود به عنوان مهریه و غیره داده چیزی گرفتن نمیتونه. درست. برایش درست نیست. تو قسمی که در آیت صریح و سوره نساء آمده که و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذتم من ميثاقا غليظا. پس الله تبارک تعالی میگه که وقتی که طلاق در میان شما صورت میگیره، شما از همسر خود فیصله جدایی را میکنید. در اونجا اگر یک قنطار، یک خزانه برای او به عنوان مهر داده باشد یا که غیر مهر، شما چیزی را از او گرفته نمیتونید. حتی غیر از مهر باشه، یا هدیه داده بازم یا مهر باشه، مهر داده، هدیه را که واپس گرفته نمیتونه. درست. یک خان و مهر هم حق زن زن است، دیگر حق بازگرداندن او نداره. آن چیزی که در بدل مهر میگرفت از زن، او را گرفت. درست. مگر اینکه با زن هم بستری صورت نگرفته باشد، اونجا مهر در میان اونها تقسیم میشه، دو نصف، نیم از همسر از زن، نیم از مرد. مرد مگر اینکه یکیش به دیگری ببخشه. اگر زن از همش میبخشه میگه که از او، یا که مرد میبخشه که تمامش از تو باشه. اینجا گذشتی شخصی هر دو کنه، ورنه نیم سهمی است، نیم سهم مرد. سهم مرد، چون تضرری که از گذشتی او برای زن، ضرر و آسیب پذیری اجتماعی که از گذشتی او برای زن صورت میگیرد، در بدل او نیمی مهر برای او در نظر گرفته شده. خب به هر حال اینجا میگه به هیچ وجه شما گرفته نمیتونه. در مقابل وقتی که زن میخواهد که جدا شود، نمیخواهد که در زندگی راضی نیست به همزیستی با شوهر، در این صورت با اجراءات خلع، یعنی جدا کردن خود از مرد که که اساسی ترین کاری که در او صورت میگیرد، برگرداندن حقی مهری است که مرد برای زن پرداخته. درست. یعنی زن اون حق مهری که شوهر بهش داده اونو برمیگرده، به شوهر برمیگردونه، به این صورت برمیگردونه و این آزاد میشه. اما چیزهایی که به عنوان هدیه داده شده، او حکمی هدیه را به خود میگیره، نه اون پس کردن نمیشه، نه او خود حکمی هدیه را میگیره. مگر آنچه مربوط به مهر و اجراءات مهر بوده باشد، او درست اونها را برگردونه و از هم دیگر. پس در هر دو حالت، درست، یعنی در صورت خلع رضایت، عدم رضایت از زن است و زن پیشنهاد میکنه، در صورت طلاق شوهر، عدم رضایت از شوهر است و شوهر پیشنهاد طلاق، شوهر پیشنهاد میکنه اگرچه موافقه زن هم نبود. عینا در اوج موافقه شوهر هم که نبود، باید از طریق محکمه. یعنی در طلاق، بله، در طلاق رضایت زن لازم نیست. بله. و در خلع هم رضایت شوهر، باید محکمه بالای او اجرا میکنه. اینجا هست موضوعی اصل رضایت و عدم رضایت در طلاق. اما ادامه که در بحث جادو پرسیده بود، اما اینجا یعنی شوهر اگر یعنی تحت فشار شدید، نه فشار اندکی، درخواست شده باشه، درست، این رضایت است. احیانا فشاری که یعنی اجبار می شود که در صورت عدم پذیرفتن او، درست، ضررهای متعدد به او میرسانند. اینجا که یعنی صورت اجبار میگیره، در این صورت طلاق در مابینشان واقع نمی شود، چون لا طلاق من اکراه، یعنی طلاق به جبر واقع نمیشه، واقع نمی شود. یا که در بعضی روایت به لفظی من اغلاق میاد، یعنی به مجبور سازی، راه بند کردن بالای شوهر، درست، بالای او طلاق نه، با یک تهدید کوچولو شامل نمیشه، بلکه باید واقعا تهدید حقیقی، تهدید جدی که درست با جبر و با زور از پیش او طلاق گرفته میشه. اینجا طلاق مدار اعتبار نیست، چون کسی که یعنی اجراءات او مورد اعتبار هست راضی نبوده، بلکه جبران بالای صورت گرفته. قسمی که یک نفر در تحت فشار بسیار شدید کلمه کفر میگه، خطر مرگش است، یا کلمه کفر استعمال میکنه، یا که میکشیم طرح. درست. انسان اگر کلمه کفر از او صادر میشد، اینجا اون مجرم گفته نمیشه، گفته نمیشد، معذور حساب میشه. کاری بسیار عالی نیست، ولی
معذور به شمار می شود، به شمار می آید، لذا عین مسئله در اونجاست. اما بحث جادو که ایشون گفته بودن که ظاهرا جادو شده شوهرشون، این بحث جادو هم در این اجبار اصرار شامل بشه یا نه؟ نه، موضوع جادو در اینجا در چیز شامل نمیشه چونجا، اما حالات جادو بررسیش به بررسی اصل قضیه در خود منطقه و خود جایی دوست. که او صورت گرفته میشود که دانست که چی شده و چی نشده. یعنی بعضی تفصیلات در اینجا لازم هست که کسی که از راه دور بوده باشد نمیتونه فیصله و قضاوت کنه دقیق در اونجا رأی داشته باشد، چون چیزهایی هست که باید دقیق بودانه و عالمی از علمای منطقه میتونه که این مسئله رو فیصله کنه، دقیقاً مسئله رو فیصله کنه. اما یکی در صورتی که اونجا جبر بوده باشد یا اینکه یعنی تحت فشار جادویی بوده باشد که هیچ نوع از خود نمیفهمیده باشد، اختیاری نداشته، دقیقاً اختیاری نداشته، یعنی جادوی سرسری، نه جادوی که دیگر دقیقاً اجراءات میکرده و چیزه نمیدونسته که چی شده و چی نشده، در اون صورت هم طلاق صورت نمیگیره، حکم مغمى علیه را به خود میگیره و طلاق صورت نمیگیره. الان در صورتی که در میان اونها طلاق گرفته صورت گرفته باشد و طلاقی یعنی نهایی نبوده باشد، یعنی طلاقی با این نباشد، با این جدی نبوده باشد، میتونن بعد از 10 سال هم بار دیگر با هم زندگی کنن. یعنی از طلاق رجعی وقتی که از یک دیگر جدا میشوند، درست، از طلاق رجعی بعد از تا به وقتی که در عده هستن هر دو، درست، تا به زمانی که در عده هست در تا به اون زمان شوهر میتونه که بدون عقد جدید و بدون مهر جدید همسر خود پس برگردانه و رجوع کنه، درست. اما بعد از سپری شدن عده باید باز اونجا اگر موافقه همسر بود باز هم حق اولویت در میان کسایی که پیش شدن برای امی شوهر سابق اولی است و تا به هر لحظه ای که بوده باشد و فعلا هم اگر یعنی در میانشان طلاق با این صورت نگرفته باشد. جناب استاد شما اشاره کردین به طلاق با این طلاق رجعی، حالا احتمال هست که به تعبیر شما شاید طلاق رجعی بوده، اگر میشه در رابطه با طلاق با این طلاق رجعی خلاصه هم ذکر کنین که اگر طلاق رجعی بوده مشکلش حل بشه انشاءالله. یعنی طلاق قسمی که در الله تبارک تعالی میفرماید طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، حق طلاق که دارای رجوع دارای برگشت دو طلاق هست، درست. یعنی طلاق اول شده رجعی است، عده از او سپری شده، درست، و کسشان این رجعی هست، درست. طلاق بار دوم طلاق شده و عده او سپری شده در این دو بار باز هم رجعی هست. وقتی که سوم بار طلاق صورت میگیرد اینجا این شخص که عجول و غیر مهتم به موضوع همزیستی مسالمت آمیزشان هست، اینجا مجازات میشه به طلاق با این بستن راه بالای او که طلاق او حساب میشه طلاق با این یعنی اینجا از هم جدا میشن، درست، جا از هم جدا میشوند که دیگر نمیتونن دوباره برگردن سر زندگی، مگر اینکه با زن با کسی با مردی دیگر ازدواج میکنه باز در میان اونها طلاق صورت میگیره یا بمیره یا میمیره، درست. و دوباره اینها اگر دوست داشتن میتونن با هم ازدواج کنن با عقد جدید و نکاح جدید و مهر جدید دوباره اینها ازدواج میکنن باز هم راهشان، پس که دوباره اینجا ازدواج کردن پس حق سه طلاق در میان اینها مجدداً هست، درست. دیگر یک صورت دیگری از طلاق با این هست که غیر از این هست، طلاقی که قبل از وقوع هم بستری قبل از اینکه هم بستری در میان اینها صورت میگیره با یک طلاق هم با این میشه اونها از هم چی دار؟ بعد اینکه عقد شده بود ولی هم بستری صورت نگرفته، بله عقد هست هم بستری نشده و در اینجا طلاق صورت میگیره، طلاق صورت اینجا طلاق با این هست
و دقیقا همون صورت بینونه صغرا گفته میشود که دوباره اینها نمیتونن به هم دیگه برگردن و رجوع کنن و با هم زندگی کنن مگر با اون شرایطی که شما ذکر کردین. بله واقعا امیدوارم که با این مسئله که جناب استاد توضیح دادن و مشکل برای این خانواده پیش اومده بود مشکلشون حل بشه و همچنین توصیه به همه متأهلین واقعا قدر زندگی مشترک رو بدونید به خاطر یک کوچکترین مسئله این زندگی گرم رو به جهنم تبدیل نکنید و سرد زمستانی نکنید. و همچنین بیننده دیگر در رابطه با تعامل و برخورد با حیوانات پرسیدن و این سوالشون اینجوری است که پرسیدن که اگر شخصی به یک حیوان اهلی مثل سگ نان بده گناه داره یا نه. فکر کنم علت ایجاد این سوالش در ذهنشون این بوده که احترام نان باشه که اگر کسی این نان رو به سگ بده چون که تعامل نیک با هر حیوان از اسلام واقعا از طرف اسلام ستوده شده. نظر شما در این رابطه چی است که کسی به سگ نان بده طبق سوال ایشون گناه داری یا خیر؟ حدیث در صحیح بخاری و دیگر کتاب های حدیثی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که فی کل کبد حرا اجر، در هر جگری تر اجر است، یعنی در تر ساختن و سیراب ساختن هر زیرو و جگر هر زیرو درست در او برای انسان ثواب هست. سیراب ساختن و درست هم شامل این میشه سیر ساختن هر دویش درست شامل هر دو میشه هر دویش چیز میشه. پس آب هم نعمتی بزرگتر از بالاتر از نعمت نان هست. دقیقا پس وقتی که در آب ثواب داره آب دادن برای حیوان و برای سگ و دیگر حیوانات در مجموع حیوانات ثواب دارد، خوراک دادن اونها هم ثواب دارد. و حتی در بعض احادیث آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که زن گناهگاری بود بر در اثر ترحم بر سگ که او بسیار در حالتی بسیار بدی از بود از اثر تشنگی با او آب داد، الله تبارک و تعالی گناه او را بخشید در بدل رحمی که با او کرده بود با حیوان کرده بود. پس ترحم بر حیوانات و اهتمام به آب دادن و نان دادن از اونها نه تنها گناه ندارد بلکه ثواب دارد و انسان از او. همچنین بیننده پرسیدن که اگر کسی مرتکب عمل قبیح زنا بشه و اون زن هم باردار بشه توبه مرد چگونه است؟ با چه جوری به چه روشی است برای توبه این مرد، مردی که با کسی مرتکب زنا کرد با کسی زنا کرده مرتکب زنا شده و اون زن هم باردار شده؟ خب موضوع باردار شدن و نشدن موضوع جداگانه است که به اصل جریمه ربطی ندارد. امکان دارد از یک همخوابی صورت بگیرد بارداری و باردار شدن و امکان دارد که از بسیاری از همخوابی ها صورت نگیرد. درست اصل موضوع اینجا که جرم هست جرمی زنا. الله تبارک و تعالی توفیق بده کسایی که به جرم و به عمل گرفتار هستن اونها را توفیق توبه و برای درست رهنمون شدن برای درست با اونها بده. آمین. موضوع توبه از او صورت میگیرد با قسمی که در آیت سوره نساء آمده با تصمیم با پشیمانی شدید از گناه خود. درست. دوم تصمیم جدی گذاشتن گناه. درست. یعنی سوم اصلاح عمل و کردار خود برای آینده و تصمیم ای که در آینده به این گناه رو نخواهد آورد و در زمان وقتی که پشیمان بوده باشد همیش از الله تبارک و تعالی بخششو اظهار ندامت می کنه، از الله تبارک و تعالی آمرزش می خواهد. همین راهی قبولیت توبه او هست. اما اینکه اجراءات دیگری و خبر دهی های دیگری در مابین بوده باشد اشتباه هست. هر آنچه که در راجع به عرض و به آبروی انسان ها تعلق دارد در اونجا پوشیده نگه داشتن او بهتر
لازمی هست تحت هر ذریعه ای که بوده باشد. درست. یعنی نه بین و به اساس توبه که بعضی ها فکر میکنن که در حق شخص ستم صورت گرفته، درست، جنایت شده، پس از او رفته معذرت بخواه. بله، میتونه که او شخصی که مباشرتاً شریک جرمی او هست با او نصیحت کنه، با او پیامی توبه خود هم برسانه و او را هم به توبه دعوت کنه. اما ای که به اقارب و کسی از نزدیکای او موضوع را برسانه تا اینکه اونها با بخشش کنن، ای اشتباه است در این قضیه و باید به هر شکلی که است ای را درست پنهان نگه داره. هر دو جانب و نزد الله تبارک و تعالی رجوع توبه کنن و از او آمرزش بخواهن. خداوند متعال اونطور که جناب استاد اشاره کردن در سوره نساء میفرماد که والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اصرار بر گناه نداشته باشن، هر گناهی هست. امیدوارم که همه کسانی که مرتکب گناه، چه گناهان صغیری میشن چه گناهان کبیری میشن، همه و همه ما انسان ها که واقعا این روزها دیگه گناه همجور فرا گرفته، دست توبه به سوی خدا دراز کنیم و از تمام گناهان کوچک و بزرگمان به سوی او برگردیم و اصرار بر گناه نداشته باشیم. با همه شما بینندگان عزیز یک میان برنامه ببینیم، بعد در خدمت شما با بقیه سوالات و همچنین صدای گرم شما خواهیم بود. با سلام مجدد خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی. خب جناب استاد، در رابطه با سوالهایی که باز هم سوالهای ارسالی واقعا زیاده، سوالی بیننده پرسیدن در رابطه با نامگذاری فرزند. اگرچه نامگذاری فرزند تقریبا در تمام برنامه ها مطرح شده، خصوصا برنامه های فتوا شاید در هر برنامه مطرح شده باشه، پرسیدن که اسم پسرم رحمان است، میخواستم بدانم که اگر اسمش را رحمان صدا کنم گناه است یا خیر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه إلى يوم الدين. رحمان نام گذاشتن فرد از افراد بشر یا مخلوقات یکی از گناه های بزرگ هست، چون یکی نام الله و یکی نام رحمان از نام های مخصوص الله تبارک و تعالی هست که به هیچ کسی دیگری اطلاق نمیشود. حتی مشرکین مکه هم و مشرکین جاهلیت هم ای را به کسی دیگری اطلاق نکردن و در آیت های فراوانی نشان آیت های متعدد قرآن کریم آمده که اون را از رحمان برای میگوید که از اگر از رحمان برایشان بگوی قالوا و من رحمان، درست، رحمان کی هست؟ درست. پس در و در جاهای متعدد قرآن کریم همه جا در پهلوی نام الله تبارک و تعالی لفظ الله، لفظ الرحمن هم چیزی از نام های خاصی الله تبارک و تعالی است که به هیچ کسی دیگر اطلاق نمیشه نشده و نامگذاری او برای فرد دیگر درست نیست. بله، بعضی نام های دیگری هست که با معناهای مقارب او جایز و اشکال نداره، جایز است که به افراد دی از مخلوقات اطلاق شده، قسمی که در قرآن کریم راجع به رؤوف و رحیم به پیامبر رؤوف و رحیم راجب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم استعمال شده. اما آن صفتی که برای الله تبارک و تعالی هست، کمال ذاتی و صفتی کمال ذاتی الله تبارک و تعالی هست و این رحمه که در فردی از افراد بشر هست، یکی از اوصاف و کمالاتی هست که از جانب الله تبارک و تعالی به او قسم داده شده و قسمی که دیگر کما خصایص و صفاتی بشر دارای نقصی هست، این هم درست از نقص برخوردار هست و یعنی تفاوتشان در است که ای با لایق شانی از او و او که برای الله تبارک و تعالی است لایق شانی الله تبارک و تعالی. اما نام رحمان برای کسی دیگر اطلاق درست نیست و باید کسی که پسر خدا به این نام نامگذاری کرده او را نامش تبدیل بکنه، یا عبدالرحمن بگذاره یا نامی دیگری، و عبدالرحمن بهترین نام است. نام هست، ورنه داخل می شود در اون چی که الله تبارک و تعالی فرمودن که
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. الله تبارك وتعالى دارا نامهای نیک است، پس از الله تبارك وتعالى با نامهای نیک او بپرسید و آنهایی را که الحاد و کجروی در نامهای الله تبارك وتعالى میکنن اونها را بگذارید. پس این جزی از الحاد در نامهای الله تبارك وتعالى است و به همین حکم داره یکی شخص به نام از نامهای الله تبارک و تعالی با پیشوند عبد نامگذاری شده. درست. عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالرزاق، عبدالرؤوف و شخص آمده تنها نامی که مطلوب از او در نام او الله تبارک و تعالی هست بنده رؤوف، بنده ذات رحیم، بنده رزاق، بنده خالق. اینها تنها او را یاد میکنه به نامی تنها چیزی که نام الله تبارک و تعالی را یاد میکنه و نام اصلی او را که عبد باشه، عبد هست، او را میگذاره. این هم چیزی است الحاد در نام های الله تبارک و تعالی است و از چندین جهت هم نام بریدن و نام غلط دادن برای شخص و هم نوع اهانت به نام الله تبارک و تعالی و استماع دادن نام الله تبارک و تعالی برای مخلوقات از چندین جهت گناه دارد و باید که افراد مسلمان بندگان الله تبارک و تعالی متوجه ای بوده باشند و از این پرهیز کنند. ممنون. همچنین بیننده در رابطه با پرسیدن که میخواستم بدونم دعای اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء چه فضیلتی دارد و معنی آن چیست؟ یعنی ظاهرا آیه که در قرآن اومده ایشون پرسن که این دعا چه فضیلتی داره و معنیش چی میشه؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من تبع هداه الی یوم الدین. در اصل پرسنده عزیزی ما از چیزی که پرسیدن ای دعا نیست، درست، بلکه این راهنمایی هست برای توحید در دعا، راهنمایی توحید در دعا و این حجت هست، حجت الله تبارک و تعالی که او را بر زبانی تعداد از افراد منصوب به امت محمدی که خدا به او منصوب می‌دانند و غرق در شرکیات هستند، یعنی برادران اهل تشیع این آیات را زیاد می‌خوانند در هنگام دعاشان، به عنوان حجت الله تبارک و تعالی این را در این آیت توحید را بر زبان اونها جاری ساخته که الله تبارک و تعالی در این میگوید اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، آیا کیست که مضطر رو اجابت کند، دعای مضطر رو حاجتمند را وقتی که از او دعا میکنه و یکشف السوء و حالت بدی او را دور میسازد، کیست جز الله تبارک و تعالی؟ در ادامه ای الله تبارک و تعالی ای را بیان میکنند که کسی دیگری نیست. پس ای آیت الله تبارک و تعالی برای بیان کمال توحید، دقیقا آیات همینجا که شما اشاره کردین دقیقا آیات زیادی است که در آخر آیات یعنی قبل از اتمام آیه میفهمد که ای اله مع الله، آیا معبودی دیگری هست که اینجا قیل ما تذکرونی که بفرمایید. یعنی اینجا الله تبارک و تعالی بعد از استدلال و ذکر ادله متعدد آفاقی و کونی برای وحدانیت الله تبارک و تعالی میگوید اما یجیب قبل میگوید ایله مع الله، آیا تکی زمین الله تبارک و تعالی آفریده و الله تبارک و تعالی نگهدار نظام زمین، نظام دریاها، بحرها و اقیانوس ها و کوه ها و تمامی کائنات هست، ایله مع الله، پس آیا معبودی دیگری همراه الله تبارک و تعالی امکان دارد؟ وجود دارد؟ بل اکثر هم لا یعلمون، بلکه اکثر اینها نمی دانند. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، آیا کسی هست که پذیرایی کند از مضطر، از انسان درمانده اذا دعاه، وقتی که از او دعا میکنه و یکشف السوء و حالت بدی او را دور میسازد و یجعلکم خلفاء الارض و شما را در زمین جای نشین میسازد، ایلهم مع الله،
پس یعنی کسی دیگری جز الله تبارک و تعالی هست که شما را پیدا کنه، در این زمین برای شما زندگی و امکانات زندگی فراهم کنه. دین ایلهم مع الله، آیا پس معبود دیگری همراه الله تبارک و تعالی هست؟ یعنی کسی دیگری مستحق هست که با الله تبارک و تعالی عبادت شود؟ قلیلا ما تذکرون، بسیار کم پند پذیر می شود. تا به اینکه ادله دیگری ذکر میکنه در تتمه ای و میگوید ایلهم مع الله، بار دیگر تکرار میکنه آیا با الله تبارک و تعالی معبود دیگری هست؟ تعال الله عما یشرکون، بلند است الله تبارک و تعالی از آنچه اینها شرک میکنند. این شرک هایی که اینها میکنند، شرک سازی هایی که اینها دارن، الله تبارک و تعالی از این مقامش، مقامی الله تبارک و تعالی بالاتر است. اینجا نکته بسیار مهمی که در این آیه ذکر شده است که او کسایی که از شرک اونها الله تبارک و تعالی در این آیه از اعلان براءت کرده، اونها شرکی در دعا میکردند. درست، یعنی از غیر الله تبارک و تعالی حاجت میخواستند، از غیر الله تبارک و تعالی دعا میکردند، الله تبارک و تعالی همون رد کرد و اونها را رد کرد. کسی دیگری نیست که وقتی که از او دعا شوه با حاجت و نیاز دردمند برسه و حالت بدی او را دور بسازد جز الله تبارک و تعالی. پس این بی علمی، جهالت و حماقت درست. چی هست که اینها انجام میتن؟ الله تبارک و تعالی از این شرک و شرکگرایی و از این گونه شریک داشتن ها کاملا مبرا و پاک است. و بالاخره در ادامه او هم دلایل متعددی از دلایل توحید بیان میکنه که یکی از میگه که قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، اون غیب رو نفی میکنه. بله. از همه کس. بله. بله، قل بگو، نمیداند از در جمله تمام آنهایی که در زمین و آسمان ها و زمین هستند، غیب را جز الله تبارک و تعالی کس نمیداند. یعنی این بسیاره ها محور غلط فهمی اونها این هست که میگوین اینها غیب دان هستن. درست. حالتی ما را میدانن، وقتی که ما حاجت خدا با اونها تقدیم میکنیم اونها میدانن، پس از اونها حاجت میخواهن. الله تبارک و تعالی میگه که جز الله تبارک و تعالی کس نمیداند. و ما یشعرون ایان یبعثون، بلکه اینهایی که از اونها دعا میشود نمیدانن که چی وقت دوباره برانگیخته میشوند. یعنی بعد از مرگ چی وقت دوباره برای با قیامت برانگیخته میشوند، این را هم نمیدانند. وقتی که از جریانات خود با خبر نیستن، از دیگر کون چی اطلاعی داشته باشند؟ پس حاجت خواستن از اونها و در دعا خواستن از اونها، دعا کردن از اونها، حماقتی شرکگرایی بیش نیست. همونطور که شما اشاره کردین، واقعا هیچ کس مشکل اصلی همه که از توحید انحراف میشن، واقعا بحث غیب دانستن بندگان خداست، کسانی هم از انبیا و اولیا و هر کسی دیگر، در صورتی که خداوند متعال به پیامبرش میفرماید که ای پیامبر به مشرکین بگو ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، اگر من غیب رو میدونستم واقعا با خواهان خیر زیاد برای خودم بودم. و این کلان پیامبر صلی الله علیه و آله از خودش غیب رو نفی کامل میکنه. و همچنین در رابطه با دعا و خواستن از مردگان یا زندگان، بنده هر کس باشه که خداوند متعال، بازم همونطور که جناب استاد اشاره کردن، آیاتی رو گفتن که خداوند متعال آیات توحیدی در قرآن خیلی زیاد داره که ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. این چلنج خداست، میگه اگر شما راست میگین که اونها صدای شما رو میشنوند، به دعای شما اجابت میکنن، بیارین. خب خیلی ممنون، واقعا نکات زیبایی اشاره کردین جناب استاد. و همچنین در رابطه با تلاوت قرآن، دوستی به نام عبدالسمی افغانی از ایران پرسیدن که من شبها تا صبح کار میکنم، یعنی در طول شب که ایشون حالا شاد شیفت کارشون شب باشه تلاوت قرآن گوش میدم، حالا از هر طریقی که باشه، این کار من گناه است یا ثواب؟ یعنی استماع به آیات قرآن ثواب داره یا گناه؟ در این شک نیست که گوش دادن به آیات های قرآن کریم یکی از بزرگترین وسایل تقرب به الله تبارک و تعالی و امیدواری ثواب از او هست، بدون اینکه نوع به اهتمام به قرآن کریم بوده باشد. دیگر
دیگر این کار ثواب است. الله تعالی توفیق آنها را بیشتر بسازد. آمین. و اگر همراه با گوش دادن امکان بوده باشد که آیاتی از آیات قرآن کریم را با قاری بخوانند، زمزمه بکنند، بخوانند، هم ثوابشان دو چند می شود، هم ثواب گوش دادن با قرآن کریم، هم ثواب تلاوت که خودی یک ثواب است، درست، و هم ثواب تلاوت، دو چند ثواب برایشان جمع می شود. و از هر آیت، از هر کلمه، از هر حرف، درست، ده ثواب دو جانبه جمع می شود، 20 ثواب. الله تبارک و تعالی اونها را خداوند متعال به توفیق مزید عنایت کنه، بیفزاید که بیشتر به این عمل خیر مشغول باشن و همچنین دیگران رو به این دعوت بدن. و همچنین بیننده پرسیدن با سه شماره آخری 696 که برای پیامبر و صحابه و مادر خدا بیامرزم فاتحه میخونم، چون که در ایران و افغانستان و تاجیکستان کشورهایی که بیننده برنامه هستن ظاهرا بعضی اینکه مردگان دارن برای مردگانشون فاتحه میخونن به این نیت که بهشون ثواب این فاتحه به اونها برسه. این بیننده هم ظاهرا پرسن که برای پیامبر و صحابه و مادرشون که از دنیا رفته فاتحه میخونن، آیا به این بزرگواران میرسه یا من چه کار کنم که به مادرم ثوابش در آخرت به مادرم برسه؟ اون چی راجع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، چون ما با تمام مسلمانهای جامعه بشری جزی از نیکی های اونها هستیم. درست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت اسلام را آورد، بشریت را راهنمون ساخت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من دل علی خیر فله مثل اجری فاعله، کسی که با کاری نیک راهنمایی میکند افراد را راهنمون میسازد، به مانند آنها برای او هم ثواب دارد میرسد. چون ما هر آن کاری که انجام میدهیم، نماز میخوانیم، قرآن میخوانیم، روزه میگیریم، ذکر میگوییم، خدمت به پدر و مادر میکنیم به اساس پیروی از صحابه، احکام شریعت اسلامی، حقوق یکدیگر را ادا میکنیم، در تمام اینها برابر با ما با او رسول الله صلی الله علیه و سلم ثواب میرسد. بس بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی که در برابر فتنه های ارتداد و مقابله با اسلام پایمردی نشان دادن و به قول بعضی آخونده ها شیر خدا گفته بود، نه، یکی از آخونده ها بیان کرده بود که کسایی که صحابه با اونها جنگیده بودن مرتدینی نبود، شیعیان بودن، اونها به نام مرتدین با اونها را جنگیدن از بین بردن، یعنی مسیلمه کذاب و اسود یانسی و دیگر کسایی که دعوای پیامبری کرده بود، شیعیان دسته اول، یعنی اونها را از بین بردن و اسلام در جهان پیاده ساختن. و ما فعلا لطف اندوز هستیم و بهرمند هستیم از آنچه اونها با تلاش های خود، با جهاد خود، جهادی با شمشیر، جهادی با علم و جهادی با قلم و با زبان خود به بشریت رساندن. پس هر آنچه این بشریت انجام میدهد ان شاء الله رحمان ثوابی او برای اون نیک ها میرسد، چون اونها باعث هدایت جامعه امروزی شدن. و هر آن کس که مثلا در ایران زمین کار خیری انجام میدهد، در افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، هند و هر کشوری از دنیا، حتی امریکا، ثواب او مباشرتا به ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله، عثمان و علی و سایر صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین که همگام با اونها جهاد کردند و اسلام را در کره زمین پخش کردن میرسد. درست. پس ما هم میتونیم که برای اونها دعای هرچی بیشتری رفع درجات داشته باشیم و بکنیم، و یکی از که مقام والا را گرفتن، این هم یکی از اسبابش هست که کسی که بعد از او آمد هرچی کاری کرد ثوابش به صحابه بالمثل میرسد. پس این هرچی که انجام بده صحابه بالمثل او را میگیره، عمل خودش محفوظ است، اضافی هست. درست. لذا کسی از بعدی ها با مقام اونها نمیرسه. این یکی از دلایلی
یعنی علمی از او هست. درست. اینجا موضوع با پدر و مادر همان چی نیکی هایی که در اثر تربیه نیکی پدر و مادر فرزند ها انجام میدهند با اونها ثوابش میرسد. در زمان هر آن کاری خیری که صدقه هست، راه اندازی بنای مساجد هست، فرش ساختن مساجد و قالی خریدن برای مساجد هست، جانماز و غیره، هر آن کاری خیری که هست، جوی کشیدن برای جوی آب برای رفع نیازمندی مردم و تمام کارهای خیری که برای نفع جامعه بشری و اسلامی هست، ثوابش به پدر و مادر میرسد. میرسد. این انجام می از الله تبارک و تعالی دعا بکنه که بار الهی ثوابی اینو به ایره والدینش برسونه. اما جناب استاد در رابطه با فاتحه که پرسیده بودن، کسی چون که این دور زبان خیلی رسم شده، حال دقیقا نمیدونم که فاتحه تا چه اندازه در سنت پیامبر و در سنت صحابه در چقدر جایگاه داره، آیا از اینها ثابت هست که فقط چون که امروزا که وقتی میرن قبرستان و عموما اینجوری شده که وقتی میرن قبرستان فاتحه میخونن، شاید 1% 2% باشه از خونه ها فاتحه میخونن و فقط فاتحه و اخلاص میخونن. خب اینجا ما دو نکته داریم راجع به فاتحه خواندن. اولا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که همسر گرامیشان خدیجه رضی الله تعالی عنها، دیگر همسرشان زینب بنت خزیمه رضی الله عنها و فرزندانشان سه تا از دخترایشان زینب و رقیه و ام کلثوم همه در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند. عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم حمزه و دیگرهای بیشماره از صحابه، دقیقاً از خیشان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، نزدیکان او به شهادت رسیدند، بر علاوه از دیگر صحابه اکرام که به هزارها میرسید. سپس در زمان خلفای راشدین و بعد از اونها این رسم و رواجی که به نام فاتحه گفته می شود در هیچ یک از اونها در هیچ یک روایت به سراغ نیست و ثابت نیست و ثابت نیست. پس این یکی از بدعات است که در بعدها به وجود آمده. ما اینجا دو حدیثی داریم که در اینجا یک نوع رهنمایی برای ما دارن توریات می. درست. یکی حدیثی که قبلا حضورتان ذکر کردم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که قرآن کریم سوره بقره را در خانه هایتان بخوانید و خانه هایتان را قبرستان نسازید. از این استدلال می شود، درست صریح نیست اما استدلال می شود که در پهلوی که اصل قرآن خانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و یک روایت ضعیفی از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در سنن بیهقی هست ولی ضعیف هست، درست که خواندن بعضی آیات سوره بقره. خب در اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که سوره بقره را در خانه هایتان بخونید و خانه هایتان را مساجد قبرستان نسازید. همچنین که میفرماید که در خانه هایتان نماز بخونید و خانه هایتان را قبرستان نسازید. از این دو آیات استدلال کردن علمای اسلام که قبرستان جای قرآن خانی و جای نماز نیست. این هر دو جایش اونجا نیست. در قبرستان چی هست؟ سنت برای اهل قبرستان به آنها سلام تقدیم بکنی، یعنی سلام به دعای سلامتی هست. درست. یعنی سلام کلمه مهمل نیست که یا که تنها جور هستی و خوب هستی، بلکه دعای سلامتی هست که سلامتی باد بر شما ای اهل قبر. پس ای دعای سلامتی و در ادامه از او دعای عافیت و مغفرت و رفع درجات و هر آنچه که میخواهی در حقی از اونها دعا بکنی، دعا میکنی و در زمین برای خود هم دعا میکنی، چون که در اونجا در ادامه دعا آمده که یغفر الله لنا و لکم الله تبارک ما و شما همه را بیامرزد. پس این سنت در قبرستان هست. نکته دوم هست راجع به فاتحه خوانی هایی که در جاهای مخصوص یا در مساجد صورت میگیرند. بعضی در افغانستان، بعضی مناطق، حتی در کابل پایتخت کشور و بعضی جاهای دیگر جای مخصوص برای فاتحه خوانی دارند.
جدا از مسجد و بسیاری ها فاتحه خوانی در مساجد برگزار میکنند. درست. اونجا مخالفت های شرعی از قبیل عدم ادای نمازی تحیه مسجد. درست. و دیگر چیزهای صورت میگیرد. اینجا چیزی که در اونجا صورت میگیرد بر علاوه از موضوع نماز تحیه المسجد. تحیه المسجد که او خلاف مجلس به شمار میرود، چیزی دیگری هست. یکی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که اقرأ القرآن و اعملوا به ولا تأكلوا به، چند قرآن کریم را بخوانید با او عمل کنید و با قرآن خانی خود نخورید. نخورید. نه قرآن را ذریعه اکل و شرب بله. خوراکتون نسازید. بله، میتونه که قرآن بیاموزانی در بدل آموزانیدن و تعلیم خود چیزی بگیری. دقیقا. و اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده که بهترین چیزی که در بدل او میگیره قرآن کریم است. اما در بدل خواندن خود چیزی بگیری، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده که قرآن اقرا القرآن و اعملوا به ولا تأكلوا به. حدیث صحیح است که قرآن کریم را بخوانید با او عمل کنید و با قرآن را وسیله خورد و نوش برای خود قرار ندهید. قرار ندهید. این مخالفی ای هست که تعداد از قاری صاحبا به امی هستند و به یک حالی که شکل نوع توهین آمیز گذاشته می شوند. اونجا وقتی هر کس که وارد شد شروع میکنه چند تا آیت میخوانه. درست. تا باز کی گذشت باز خاموش است. درست. باز دیگرایش. و این یک نوع هم توهین به قرآن کریم و هم توهین به حامل قرآن کریم که قاری از باب است. دوم، صورت میگیره بعض آمادگی نان و خوراک در بعض فاتحه خانه ها تهیه میشود. خوراک های دست جمعی تهیه میشود که پیامبر در سنن ابن ماجه و مسند احمد و مصنف ابن ابی شیبه و دیگر کتاب های حدیث است از جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه که میفرماید که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی ما، یعنی صحابه کرام، جمع شدی مردم بعد از وقوع حادثه مرگ و میر در یکی از خانه ها و غذا آماده تهیه کردن از برای آنها، غذای دست جمعی تهیه کردن برای آنها از طرف خانواده میت. دقیقاً. قسمی که صورت میگیره. دقیقاً. ای را ما از جمله نیاحت به شمار می آوردیم. این درست. این قضای نعد اجتماع الناس و عداد الطعام من اهل المیت من النیاحه، ای را جزی از نوحه خانی ما به شمار می آوردیم. و در مصنف ابن ابی شیبه عین مطلبی که در این حدیث آمده از عمر ابن خطاب، امیرالمومنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، قول و فتوای از اونها است که این جزی از نوحه خانی هست. و نوحه خانی هم یکی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در صحیح بخاری آمده یکی از اسباب عذاب شدن میت این است که بر اون نوحه خانی شود، خود در صورتی که او به این حالت راضی بوده باشد و با خبر بوده جلوگیری نکرده و توصیه به منع او نکرده. پس این نوعی از جریمه است که ما در حق میت انجام میدهیم با گمان این که ما کار خوبی انجام میدهیم با او به نفع میرسانیم. هم مصرف است، هم گناه برای خودمان، هم گناه برای میت، برای میت. و نوحه خان هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که اگر قبل از مرگ خود توبه نکرد روز قیامت لباس از خارش پوشانده می شود. خدایا به همه ما توفیق بده که پیرو حقیقی و درست پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم و از احادیثی که صحیح وارد شده چه از صحابه چه از پیامبر مستقیم از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده پیرو واقعی اونها باشیم. اما جناب استاد سوال دیگه در رابطه با بیننده رحمانی از گرگان پرسیدن که من همه ذکرها رو تکرار بکنم مثل اذان، دقیقا نمیدونم که بقیه از کاری که تکرار میشن چی هستن. میخواستم بدونم که اشکالی نداره، یعنی همونطور که مؤذن وقتی اذان میده الله اکبر الله اکبر، خب برای شنونده هم برسانه هم لازمه که
تکرار کنه مثل ما یقوله المؤذن. اما ایشون گفتن که ذکرهای دیگر هم تکرار میکنن، در این رابطه اگر توضیحی هست بفرمایید. که راجبه از آن قسمی که فرمودن، یعنی تکرار آنچه که مؤذن میگوید با واجب است بالای شنونده ها و ثواب او هم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که به اذان گوش میدهد و به مانند مؤذن با او تکرار میکند الفاظی را که مؤذن میگوید تکرار میکند با او، سپس در پایان دعای ختم اذان، سپس به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درود میفرستد و دعای ختم اذان را میخواند، یعنی درود هم هست، بعد از درود دعای ختمی اذان اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ایرا میخواند. الله تبارک و تعالی میگه که در روز قیامت کنت له شفیعا یوم القیامه، ما در روز قیامت یا وجبت له شفاعتی یوم القیامه، شفاعتی ما در روز قیامت برای او ختمی میشود. درست، واجب به معنی ختمی شدن. پس اینجا یک نکته هم که لازم است بس بسیاری های ما کوتاهی میکنیم که موضوعی که اکتفا میکنم به دعای بعد از اذان، حالان که یعنی حدیث در صحیح مسلم هست و در از جابر بن عبدالله رضی الله تعالی از نه حدیث جابر بن عبدالله رضی الله در صحیح بخاری است و یه حدیث عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی هم در صحیح مسلم هست که میگه که اذان را جواب بگوید ثم صلى علیه، بعد از او بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درود بفرستد، درود بفرستد، بعد از او از الله تبارک و تعالی وسیله را برای پیامبر اکرم، مقام وسیله یعنی حق شفاعت کبرای که روز قیامت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مخصوص هست، درست، برای او درخواست بکنه، دعا بکنه که او مراد از او دعایی است که به نام دعای بعد از اذان استفاده میکنه و بعثه مقاما آتی محمد الوسیله والفضیله و بعثه مقاما محمودا الذی وعدته، در این دعا ذکر شده. این دعا را میخوانه برای از او شفاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ختمی میشود. پس دست خواندن درود بسیاری ها کوتاهی میکنند. این مسئله تکرار اذان هست. اما در دیگر از کار، یعنی اگر مطلب برادر عزیزی ما بوده باشد که کسایی بخوانند و به دنبال اونها تکرار بکنند به شکل از کار دست جمعی، این چیزی است که عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه و ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه و دیگر صحابه کرام در زمان عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، خلافت امیرالمومنین عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، اولین کسایی که اظهار کرده بودند که جمع میشد گروه مجموعه در حلقه های جمع میشدند، یکی اونها ذکر را میگفت، دیگرها پشت او تکرار میکردن که اینقدر بار این ذکر گفته شود، اونها تکرار میکردن. اینها بالای سر اینها عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه در جمع ابو موسی اشعری و دیگر صحابه بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بالای سرشان ایستاد شدن، گفتن که یا شما از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله هدایت یافته ترید، یا اینکه دروازه ای از دروازه های گمراهی را باز میکنید. یعنی اون چیزی که صحابه انجام دادن دیگران انجام بدن دقیقا بر گمراهی است. بله، چون فا این آمنو بمثل ما آمنتم بهی فقده تدو، اگر ایمان بعدی ها بمانند ایمان صحابه بود به شیوه ایمان صحابه بود راهیاب شدن، ورنه و این تولو فا این ما فی شقاق. اینجا اینها و سپس فرمونند که ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از گروه ما را تحذیر نمودن، بیم دادن که من میترسم که شما جمله اونها باشه. بالاخره راوی میگوید که در بعدها اکثر اونها را در میان اهل نهروان خوارج که بر ضد علی رضی الله تعالی عنه درست و او را تکفیر کردن، بر ضد او قیام کردن، امی ذکری ها را ما یافتم، همونی که ذکر دست نمی داشتم، بدون اینکه به صحابه رجوع کنن راه و روش اونها را درست به خود بگیرن بپیمایند. در اینجا و با اندکترین، چون اونها از علمیت خاص برخوردار نیستن، هر کسی میتونه اونها را احساسات اونها را تحریک بکنه، چون نیست. عمل کردی اونها بر علم مبنی نیست. لذا بالاخره یک تای دیگری از اونها بود که از اون اهل نهروان بود که علی رضی الله تعالی عنه را به شهادت رسوند، با تکفیر نموده به شهادت رسوند، گفتی کافر شده باید کشته شود، سبحان الله،
و فعلا هم جالبی هست که کسایی که اونها را تقدیر میکنم از مفتی عمان کشور عمان و حکومت عمان که از تابع مذهب خوارج هست و فعلا تمجید میکنه امو افراد و با امی فکری تکفیری کافر دانستن علی و حسنین و دیگر صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین است. درست. نزدیکترین حکومت عربی به جمهوری آخوند ایران خمینی ایران. درست. همون کشور است. و عجیبه جناب استاد شما اشاره کردیم، من فکر خالی از لطف نیستی بازم اشارتون رو ادامه بدم در رابطه با اینکه سیدنا علی رضی الله عنه گفتن هلک فیه صنفان، دو گروه در مورد من هلاک میشه، یکی خوارج، یکی البته من خلاصه شو میگم، یکی خوارج، یکی هم روافض که در حقیقت یک محبین غالی هستن که علی رو به حد خدایی رسوندن و یکی هم که اینقدر دیگه مفرط هستن تفریق در تکفیرشون که در بغض عداوتشون که به تکفیر رسوندن و امروز هم هر دو با هم برادرشان دست برادری دارن. خب اینجا تتمه بخش دیگری در سوال برادر بود که اگر مطلبشان این بوده باشد که ذکری را میشنه و تکرار میکنه. میکنه یا که ذکری در زبانش میه و او را بارها تکرار میکنه. میکنه در این هیچ اشکالی برایشان نیست و ثوابی او از الله تبارک تعالی ثوابی او را برای برادر عزیز میخواهیم و توفیقی بیشتر در ذکر الله تبارک تعالی که یکی از بزرگترین حسناتی هست که با صرفه کم درست. و در حالتی حتی مصروف بودن به دیگر کارها هم انسان میتونه که ذکر بره انجام بده. درست. ممنون است جناب استاد، با هم یک میان برنامه ببینیم و بعد از میان برنامه در خدمت بینندگان خواهیم بود و صدای گرم بینندگان عزیز رو خواهیم داشت تا به سوالات آنلاین هم پاسخ داده بشه. ما شان ام المؤمنین و شانی هدی المحب لها و ضل شانی اینی اقول مبینا عن فضلها و مترجما عن قولها بلسانی ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل شاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي وما تبين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله خافرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي
بعد البراءة بالقبيح رمان ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان طوبى لمن ولا جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستوياني صل أمهات المؤمنين ولا تحيد عنا فتسلب حلة الإيمان إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان محفوفة بالروح والريحان با سلام مجدد خدمت همه بینندگان عزیز با ادامه برنامه پرسش و پاسخ در خدمت جناب استاد هستیم جناب استاد سوالاتی که بازم سوالات ارسالی به ایمیل یا پیامک برنامه سوالی بیننده فرستادن که کار من موزیک هست یعنی موزیکال هستن ایشون و بعضی شبها به مجلس میروم آیا پولش حلال است یا حرام خواهش میکنم جواب بدید در رابطه با کسانی که کار موزیکی الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم الى يوم الدين موضوع با راجب ميوزيك و موسيقى پیامبر اکرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمودند که از امت قسمی که در صحیح بخاری و کتاب های دیگر حدیثی حدیث صحیح است که پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند از امت ما زمان مردمان خواهند آمد که درست با موسیقی و موزیک به گونه چیزی حلال معامله میکنن یستحلون الحر والحریر والمعازف حر زنا حریر ابریشم معازف موزیک این سه چیزا به گونه با اونها تعامل میکنن که گویا حلال حلال بوده باشن یعنی اینقدر به حساب اینها بین مردم و جامعه اسلامی رواج پیدا میکنن که بله. کسی اینو عیب و اشتباه نمیدونه بله بلکه به گونه تعاملشان هست که گویا حلال بوده باشد قسمی که در بسیار دوست پسر و دوست دختر گرفتن هایی که امروز رواج در بسیار جاها رواج دارد عین او همین موزیک و بقیه مسائل موسیقی است دیگر چیزهایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در او اقوام یعنی آمد خسف و بعضی عذابها و همچنان عذابی آخرت را توبیخ دادن و هر آنچه که از کسبی حرام به دست میاد طبعا حرام می باشد و باید از او پرهیز کرد و باز هم بیننده ابو محمد از زاهدان پرسن اگرش این سوال مربوط به ماه مبارک رمضانه و طبعا باید این جواب داده شده باشه در رمضان اما بازم چون که بیننده پرسیدن به خاطر احترامشون این سوال رو دوباره مطرح میکنیم که پرسششون این گونه است که همبستر در ماه مبارک رمضان با همسر چگونه است ظاهرا
برادر عزیزی ما شاید هنوز در رمضان بوده باشن یا یکی چیز قرض از رمضان بالایشان بوده باشه بشه با او اساس پرسیده باشن چون چیزی در او زمان نسبت به مجبوریت بالای خودشان یا بالای همسرشان روزهای را افطار کردن و فعلا میشه که مصرفی قضای روزهای رمضان بوده باشن. اینجا در روزی ماه مبارک رمضان حرام و نادرست از هم بستری و یکی از شکننده های روزه هست که در بدل او 60 روز برای هر 60 روز روزه باید که روزه بگیره تا کفاره او اون روز رو بده. درست. بله. او اطعام 60 مسکینه یا 60 مسکینه باید قضا نان بده به عوض هر روز به عوض هر روز 60 مسکین نان بده. درست. دو ماه پی در پی متتابع پی در پی یعنی که بدون انقطاع دو ماه روزه بگیره یا اگر توانی او نبود در صورت که توان بود باید روزه اختیار بگیره. اختیار اینجا نیست اجبار. بله اگر توان نداشت باز درست. انتقال میکنه به اطعام 60 مسکین. اطعام 60 مسکین ای در روز است. اما در شب در شبها تا به صبح دم اختیار درست. دارن که هر آنچه که میکنن و درست. یعنی لطف الهی را برای خود بخواهند. نه همونطور که خورد و نوش در شب رمضان اشکال نداره هم بسر شدن باز هم اشکال نداره البته به طریق مشروعش. و همچنین بیننده در رابطه با خودکشی پرسیدن که خودکشی چگونه است؟ خودکشی در اسلام حرام هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر آن کس که با چیز خود را میکشد در دوزخ هم با همون چیز خدا عذاب میکنه. درست. اگر با چاقوی کشته با امو خودت چاقو زده و عذاب میکنه با اون که در دوزخ هست. درست. مجازاتی اضافی او هست که اگر با سم خودت کشته اونجا هم با سم تعذیب میشه. تعذیب میشه و با هر آنچه که در این دنیا خود را کشته با او تعذیب میشود در آن هم در آخرت. دوزخ یعنی عذابی اضافی بر تعذیب اضافی در جهنم. در جهنم یعنی اون تعذیبی که یا عذابی که خداوند برای او در نظر گرفته علاوه بر اون اضافه بر اون جزئی او عذاب است. این جزء اون جزئی او عذاب هست در دوزخ وارد دوزخ میشه و با این شکل درست عذاب میشود. اما اگر شخص از اهل توحید بود و نسبت به ضعف و خلل های و نواقصی بشریه به این اقدام کرد امیدی هست که الله تبارک و تعالی بعد از مجازات او در دوزخ به اساس توحیدش و کلمه توحیدی که داشته و عقیده درسته که توحیدیه که داشته اصلی توحیدی که با خود داشته که با اساس خلالهایش مرتکب گناه شده یعنی او را پس به جنت بکشانه. اما بعد از بسیار مجازات شدن ها در جهنم الله تبارک و تعالی همه بنده های الله تبارک و تعالی را به شمول مرد و زن و از این آفت نگاه بکنه. آمین. و ما و همگی را نگه بداره که از این گناهی بزرگ محو در امان بوده باشه. آمین آمین. و جناب استاد سوالی که فکر کنم در ابتدای برنامه مطرح شد بازم بیننده در این رابطه پرسیدن آقای رستم زایی فکر کنم باید باشن در ابتدا دقیقا دومین یا سومین سوال بود که پرسیده بودن که توی مذهب سنی این عبارتشون دارن میخونن که توی مذهب سنی حق طلاق میشه بازم باشه اینا آیا حق رضا حق طلاق برای زن هم هست یا نه؟ مثلا در سوال اول یا دومی که بود تشریح شد که در اسلام درست یعنی ما یعنی اهل سنت یا تصنن پیروی از آنچه رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن و در حدیث سنت آورده پیروی از او گفته نامیده میشه در عرف عام به تسنن. در شریعت اسلامی و دین مقدس اسلام یعنی برای زن در صورت عدم هماهنگی با
شوهر سابق با عدم رضایت جدی از او که برای از او مجال همزیستی با شوهر دیگرش نیست، نمیخواهد که با او باشه، درست، در او صورت برای او حق خلع داده شده، نه حق طلاق. طلاق حق طلاق در اسلام مخصوص به شوهر است، درست. و حق خلع برای زن، برای زن که اخلال در هر یکی از اونها باعث فسادهای در جامعه و حتی در زندگی اجتماعی جامعه می شود. مثلا در قسمی که گفته، مثلا در طلاق شخص حقی پس گرفتن هیچ چیزی را از همسر خود ندارد، آنچه که به او داده، درست. در خلع حقی پس گرفتن فقط مهریه خود داره، و در اونجا همسر میتونه که با پس پرداخت مهریه خود، درست. خود از اون زندگی که مورد رضایت اون است از اون خلاص رهایی بده. ورنه اگر آزاد گذاشته شوه، زنها بسیار زنهایی هست، نه که همه زنها، درست. اکثریتی زنها یعنی افراد نیکی جامعه بشری هستن و پیشتاز در میدان نیکی و نیکویی، اما بسیاری از زنهایی هم هست، قسمی که بسیاری از مردهایی هست که دیمان. در صورت طلاق جدی راه را تلاش میکنن که پس آنچه که دادن به عنوان در بدل چیزی که گرفتن است، درست، او رو میخوان پس و پس بگیرن و اضافه هم. به همون شکل بسیار زنهایی هست که اگر یعنی حق طلاق به دست اونها داده شود، درست، بدون پرداخت بوده باشد، هر لحظه از شوهر یک ازدواج میکنه، مهر گرفته، پاس دوباره، درست، طلاق میگیره و با دیگره، درست، ازدواج میکنه. و همچنان که موضوع دیگری هم هست در زنها که شتاب زدگی اونها در موضوعی طلاق به شکل یکی از جمله اساسات و امور بنیادی که علم نفس و روانشناسی او را تایید کرده، بلکه به او جدی تاکید کرده که زن در این موضوع خللی بسیار شدیدی دارد که اگر به او سپرده شود نسبت به مرد فوراً طلاق، بله، نسبت طلاق ها میره بالا، یعنی 90% بالا، درست. بالا میرود. و این شاهدی ایزی در کشورهای اروپایی که با کاملا آزادی زندگی میکنن مشاهده میشود، بر علاوه در کشورهای اسلامی هم که این حق نسبتاً با دنبال روی از دشمنان اسلام و از لیبرالیسم و سکولاریسم غربی بزن داده شده، با اونها تابع نظام غرب شدن، هم محسوس می شود که امروز ازدواج میکنه و فردا طلاق میده. حتی بعضی هایشان جای جالبی هست که برخلاف روندی که اسلام برای اخلاق و انسانیت برگزیده، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال دوست یک دیگر می باشند، دوست پسر و دوست دختر. دختر. و حتی در جوامع غربی و بعضی حتی کشور لبنان و بعضی کشورهای دیگری که خدا با اونها پیوند دادند کاملا با تمام چیزهایشان، از این دوست پسر و دوست دختر، دختر خود اولادها با بار میاره، درست. بعد از او ازدواجشان میشه، با گذشت نیم سال، 1 سال باز طلاق و جدایی طلاق صورت میگیره، حالا که 7 سال، 8 سال خود یک دیگر خود تجربه کردن و اولاد هم آوردن، باز هم اون تجربه برایشون کافی بله، اولاد نامشروع هم آوردن، چون این همه بیانگر حقانیت دین اسلام، دین مقدس اسلام و معیاری بودن، اساسی بودن احکام و فرمانهای دین مقدس اسلام است که اندکترین انحراف، درست. از او تحت هر ذریعه‌ای که بوده باشد، با هر بهانه‌ای که بوده باشد، انحراف از مسیری درست و مناسب برای بشریت است. دقیقا. خداوند متعال، خب واقعا این فطرتی که در سرشت و فطرت هر انسان گذاشته، این طبیعت باید اگه بر همون اساس و منهج واقعا اجرا بشه واقعا درست میشه. اما اگر طبق حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که کل مولود یولد علی الفطره، که پدر و مادر هستن که اونو تغییر جهت میدن، تغییر فطرت میدن، که اونو نصرانی یا مسیحی یا مجوسی یا بقیه فرقه های یا ادیان باطل بشه. خب و همچنین جناب استاد، در رابطه با استهمام با آب طلا بیننده پرسیدن که
میگوین که شنیدم هر کس با آب طلا استحمام کنه 40 روز نمازش قبول نمیشه، آیا این واقعیت داره؟ یعنی این حکم این گونه هست؟ و اگرم حرام استحمام با آب طلا چرا؟ علتش رو جویا شدن. خب اینجا استحمام با آب طلا شکی نیست که همه بینندگان عزیزی ما به متفق هستن که یکی از اسراف، نه تنها اسراف بلکه تبذیر هست. تبذیر از اسراف هم بالاتر، چون الله تبارک و تعالی میگه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقینا تبذیرگرا، افرادی که بدون ضرورت بدون موجب مصرف میکنن، بیجا بیجا خرچی میکنن، اونها برادرهای شیطان ها هستن. و این نه تنها که اسراف نیست، چون اسراف خرچی اضافه از مورد ضرورت است، اما اینجا بدون ضرورت صورت میگیره. پس این جزی از کارهای تبذیر تحت فرمان شیطان صورت میگیره و تبذیر هست و جزی از کارهایی است که تحت رهبریت شیطان و تحرکات او صورت میگیره. بناهن ای درسته نیست. اما ای که از سحر تأثیر داشته باشد یا؟ یعنی دقیقا ظاهرا سوالش اینگونه بودی که اثر سحر رو از بین میبره، یعنی کسی که جادو شده اگر با آب طلا استحمام کنه اثر جادو رو از بین میبره، آیا اینم واقعیت داره یا نه؟ راجع به این معلومات ندارم و چیزی در نصوص شرعی نیامده. نیامده. احیانا در بعضی تجربه ها می شود که نوشیدن بعضی چون برگ سدر و چیزهایی هستن که اثر دارن به اظهار تجربه، نه به اساس روایت و منقولات. روایت منقوله و در تمام اونها دعاها و چیزهای آمده که در شریعت بیان شده موضوعی. اما موضوعی که نماز قبول نمی شود چیزی راجبه در نصوص شرعی نیامده. و همچنین خواهری از خراسان، شیما از خراسان پرسیدن که آیا لاک زدن، اینکه لاک به ناخون میزن برای تزیین آرایش، این گناه است؟ لاک زدن در اصل اساس خود گناهش از این هست که باعث، یعنی در از نتیجه او هست، نه از خودی او خودش. یعنی او برای آرایش بوده باشد اشکاله؟ نه، اگه برای آرایش برای شوهر باشه اشکالی نداره. در اصل اشکال ندارد، اما اشکالی او از اثری او هست که لاک رنگی است که بالای ناخن قرار میگیره و مانع رسیدن آب به ناخن میشه. درست. به ناخن و پوست میشود از طریق، چون مثلا حنا است مانی نمیشه. درست. میتونه، اما با او آب نمیرسه. درست. و اینجا وضو و غسل جنابت انسان جایز نیست، درست نمیشه. پس وقتی که درست نشد همیشه پیوسته بدون وضو و بدون دقیقاً بی وضو نماز خونده، بدون وضو و بدون غسل نماز میخونه و نماز او نمیشود. پس اینجا گناه او درست، یعنی مرتکب گناه بزرگ میشود. و اگر نماز خواند هم نمازش چون وضوش نشده و بدون وضو نماز نمیشه، لذا باید از این اجتناب کنه. یعنی این نادرستی او از اصلی از اون است، از تأثیری است که درست به جا میگذاره. یعنی اگر خانمی لاک زد به خاطر آرایش برای شوهرش اشکال نداره، اما اگر خواست نماز بخونه یا غسل بکنه باید اون لاک رو به هر صورت برطرف کنه که مانع از رسیدن آب به ناخن نشه. یعنی بله، اگر خواست نه باید نماز بخونه. خب شاید در لازمن وقتی که شاید در صورتی باشه که نمیتونه نماز بخونه. نه بله، در صورتی که مرحله نماز عذر داره از درست. نماز در مرحله ماهواری و غیره هست، اونجا اشکال ندارد، اما در وقتی که نماز بالای او فرض هست و باید نماز بخواند، در این صورت یعنی باید از استعمال او پرهیز کند. اگر استعمال کرد به وقت نماز، به وقت طهارت باید که او را دوباره برداره. درست. نه برنداشت و نمازش برنداشت نمازش نمیشه. وضوی او نمیشه، وضویش نشد نمازش نمیشه. بیننده‌ای در رابطه با آرایش پرسیدن که اگر کسی آرایش کنه و نماز بخونه، آیا خود نفس آرایش، خود آرایش مضر به نماز هست یا نه؟ نمازش با آرایش درست یا نه؟
نه اشکالی ندارد مگر در صورتی که حجاب لازم برای نماز را رعایت کند و برای آرایش خود از پرده کردن خود پرده لازم برای نماز که ماسیوای روی هست و کف و پشت دست و پای دیگر باید تمامی او تمام اعضای بدن جز تمام اعضای بدن زن باید پوشانده بشه پوشانده باشد به شمول سر و موی و تمام گردن و تمام اعضای او و اگر یعنی آرایش خود بر اینها ترجیح داد نمازش درست نماز نمیشه اما وقتی که اینها را مراعات کرد اصل آرایش اشکالی نداره ندارد و همچنین بیننده پرسیدن با سه شماره آخر 558 که آیا سادگی جز ایمان هست یا خیر؟ یعنی چون که مثلا ما حدیث داریم که اطهر شطر الایمان یا جز از ایمان پاکی، ایشون پرسیدن که آیا سادگی و سذاجت جز از ایمان هست یا خیر؟ در روایت آمده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که لستو بالغر ولا الغر یخدعونی. درست، یعنی ما فریب کار نیستم و نه فریب کار مرا فریب داده میتواند. یعنی انسان مسلمان باید هوشیار و زیرک بوده باشد، نه فریبکار و فریبگر و حیلگر بوده باشد که خوی بسیار بد است و نه به حد ساده و ناآگاه باشد که همه او را فریب بده. پس این چیزی بله اینجا داریم ما که ساده زیستن، تعامل ساده با مردم، عدم تکبر و غرور، خود برتر ندیدن، یعنی خود از دیگران برتر ندیدن، اینها همگی که بسیاری ها این را سادگی حساب میکنن جزی از اساسات دین مقدس سی اسلام و جزی از اخلاقیات مهم اسلام است که باید هر فرد اینها را مراد بکنه و خود از دیگرا برتر نشه. ما را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در راه که میرفتن حتی بر زنها و حتی بر اطفال خرد هم سلام تقدیم میکردن بدون اینکه درست خودشون بر دیگران خود بر آنها برتر بدونن برتر بینی و کبر بر آنها داشته باشن و آنها سلام تقدیم میکردن و این یک چیزی است که بسیاری ها ای را سادگی به شمار طوری که اشاره کردید پس این نکات شما اشاره کردید جز اخلاقیات است که اسلام به اونها دستور داده و واقعا جز اسلام و ایمان هم بس به شمار میره. و بیننده در رابطه با دستبند استیل فلزاتی مثلا دستبند هایی که از قبیل استیل یا نقره باشه آیا برای مرد استفاده اینها اشکال داره یا نه؟ چون که همونطور که همه میدونن که استفاده دستبند و چیزهایی که طلایی باشه برای مرد حرامه. ایشون سوالشون در رابطه با نقره و استیله. فلزات از قبیل استیل. موضوع دستبند یکی از آرایش‌های مخصوصی زن‌ها است. درست. نه از مردان. مردها و در راجع به مردها انگشتر دست، خاتم و انگشتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت هست و از صحابه کرام در ماسیوای تلا نبوده باشد، نقره و استیل و دیگرهای به عنوان انگشتر مردها هم میتوانند استفاده کنند. اما در مجموعی که در آثار و غیره آمده و در عرف عام هم دستبند درست دستبند عام چیزی از زینت زنها به شمار میرود و باید از او اجتناب کرد به اساس ای که همرنگی با زنها نبوده باشد، چون آنچه که از آرایش های مخصوص و لباس های مخصوص زن ها می باشد ممنوع است که مردها از او استفاده کنند و آنچه از مخصوص مردها می باشد ممنوع است که زن ها استفاده کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید که لعن الله المتشبهین من الرجال بن نساء والمتشبهات من النساء بر رجال. الله تبارک و تعالی لعنت کند، الله تبارک و تعالی مردانی را که با زن ها خود هم رنگ و تشبیه میکنن و با اونها خود مشابه میسازن و بر زنهایی که خودشون خود را با مردها مشابه میسازن. درست. پس این باید زن در محور خود بوده باشد و مرد در محور خصوصیاتی خودش باشه. و همچنین بیننده ف از ایران پرسیدن که آیا کسی میتونه بختی کسی را ببیند
چون که این روزا یا کلن از قدیم الایام این گونه بوده که این فالگیرها و اون کسانی که به حساب از گذشته و آینده افراد میگن ما خبر میدیم و برای به حساب امرار معاشون دکانهایی به این نام باز کرده هن میگن که ما بخت شما رو میدونیم که چی هست، بخت خوبی بخت بدی. سوالشون در این رابطه بوده، کسی بخت کسی رو میتونه ببینه؟ ما قبلا آیت از آیت در جواب یک از سوالها تلاوت کردیم که الله تبارک و تعالی فرمود که لا یعلم الغیب الا الله، جز الله تبارک و تعالی کسی دیگر غیب را نمیداند. و در سوره لقمان ضمن پنج چیزی که الله تبارک و تعالی مخصوص علم الله تبارک و تعالی هستن و کسی دیگر نمیداند، یکی است که ندانستن آنچه ما فی قدیم، آنچه که فردا صورت میگیرد بالای خود انسان نمیدانند. درست. حتی اون کسایی که ادعا میکنند نمیدانند که فردا بالای خودشان، نه اون آینده خود شخص خود را خودش نمیدانند، چه به دیگران، چون که از دیگرها را به هیچ صورت نمیدانند. میدانند ما، و اگر رفته پشت سر از یک تک محکم هم به او وار کنی پرسانش کنی میدانستی میگه نمیدانستم که با ما صورت میگیرد. اگر یعنی اشکال ذهنی داشته باشن میتونن که تجربه کنند. و اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در آیاتی که شما خوندین، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، الله تبارک و تعالی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب میکنن، حکم میدن که قل لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اگر من غیب را میدونستم، بگوی پیامبر من برای مردم بیان کن، من پیامبر بشر هستم و غیب دان و خاصیت های الهی رو ندارم. یعنی قسمی که بسیاری از آخونده ها و دیگره های هستن میگوین که اینها کمالات الهی به اینها داده شده، لذا بزرگن، از کمالات الهی برخوردارن. ها ببخشید، اونها را خدا میدونن. بله. و به پیرهای خود و دیگرهای ای درست چیزها را نسبت میکنن. الله تبارک و تعالی میگه به پیامبر خود بگوی که من مانند شما بشر هستم، امتیازی ما در وحی است که جانب الله به ما میاد. در موضوع غیب، لا اعلم الغیبه، ما غیب را نمیدانم. ملائکه هم نمیدانم. ولو کنت اعلم الغیبه، اگر غیب را میدانستم، ما لست اکثرت من الخیر، هرچی خیر و خوبی بیشتری به خود جلب میکردم. درست. و ما مسن سو، هیچ آسیب و ضرر و بدی به من نمیرسید. یعنی در جایی که میدونیم که اونجا به من آسیب میرسد اقدام نمیکردم. درست. در احد میدونید که 70 تا صحابه شهید میشود، نمیره اقدام نمیکرد، بلکه راهی را برمیگزید که پیروز بشن. دقیقاً پیروز. بعد از احد جریان بیر معونه که 70 تن از قرای صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اونها را فرستاد برای تعلیم قرآن، برای تعلیم قرآن. ولی قومی که پیشنهاد کرده بود اونها اونجا با اونها قدر کردن. اگر پیامبر اکرم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان اونقدر ناراحت بود که درست تا به یک ماه هم بر ضد اونها بدعایی میکرد که یاران بزرگ او را که همه قاری های قرآن کریم، حافظ های قرآن کریم بودن، به شهادت رساندن. اینجا اگر میدانیست که چی میشود، هیچگاه اونها را روان نمیکرد. ولو کن تعلم الغیب، اگر غیب را میدانستم لست اکثرت من الخیر، هم راه خیر را انتخاب میکرد. و ما مسنی سو، هیچ بدی با ما نمیرسید، با اونه میرسید. پس اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منتفی است. دیگرها به طریق اولا هندوهایی که فالبینی میکنن و به نمازها و به ایمانهایی که با کتاب دیوان حافظ و صفحات او و دیگر چیزهای فالبینی میکنند، اینها کجا هست که بدانند. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث میفرمایند که من اتى کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که نزدی کاهن جادوگر و یا عراف یعنی فالبین رفت و او را در آنچه که برایش گفت تصدیق کرد، درست، یقینا با آنچه بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده، یکی مجموعه دین مقدس اسلام است، قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و کامل دین اسلام است، به این کفر ورزیده.
کسی که یک کاهن و جادوگر رو فالگیر رو تصدیق کنه، رفته پیش اونها بره و اونها رو تصدیق کنه، با اسلام کفر، اسلام کفر ورزیده، پس باید توبه کنه و برای و دوباره ایمان، دوباره با تجدید ایمان کنه. درست. ممنون جناب استاد. باز هم بیننده ای در رابطه با پرسیدن که سوال شرعی داشتم. بنده به خاطر یک کار قسم خوردم که دیگه این کار رو انجام نمیدم. قسم این بود زنم را خواهر خطاب کنم. بابت این کارم حدود 3 سال از قسم من میگذره. خواهشن راهنمایی کنید. این در شریعت اسلامی به نام زیهار یاد می شود. درست. و این قسم یعنی در صورت قسم به این بوده باشه که با او هم بستری نکنه. یعنی نیتش اگه این بوده که با اون هم بستری نکنه. نه، اینجا 2 چیز داره. یکی قسم یاد میکنه که دیگه با همسر خود هم بستری نکنه. اینجا بالای او لازم است که قسم خود نادیده بگیره، بشکنه، درست، کفاره ادا کنه، طور احتیاط که روزه 3 روز است یا تمام دادنی 3 مسکی و این کفاره ایش است. درست. اما در غیر او اگر قسم به این اساس بوده باشد که همسر خود، خواهر خود یا که در جای به جای مادر خود خطاب کنه و او به او حکم اونها را به او میده، در این جایی در شریعت اسلامی به نام زیهار نامیده می شود که بالای او کفاره است که قبلا برای کسی که در رمضان هم بستری میکنه بیان شد. عین اما کفاره است که او به این تطبیق داشت که 2 ماه پی در پی روزه میگیره. درست. پیش از اینکه دوباره با همسر خود هم بستری کنه، یا که اگر توانی او را نداشت، درست، برده آزاد بکنه، یا اینکه او اطعامو 60 مسکین یا 60 مسکین را دو وقت دو بعد قضا بده. قضا بده. درست. و در ببخشید در کفاره قسم که یادآور شده بودیم قبلا هم اطعام یعنی خوراک دادن یا لباس پوشانیدن 3 مسکین نیست که یادآور شده، بلکه 10 مسکین است. الله تعالی که فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. اینجا در میان اینها اختیار دارد که اجبار نیست، هر کدام خودش انتخاب بله. کرد. اما در موضوع زهار ترتیب لازمی هست. اینجا که به 10 مسکین خوراک میدهد یا با اونها لباس میپوشاند یا کسی برده ای را آزاد میکند که فعلا علی فعلا برده ای نیست که درست آزاد شود. پس دو گزینه دیگه میمونه. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. کسی که نیافت، درست، نیافت که با اونها خوراک بدهد یا یکی غذا بدهد یا یکی لباس بپوشاند، درست، باز بعد از او برایش مجال هست که 3 روز روزه بگیرد. اگر توان داشت اول اونها در اولویته، اونها لازم هست، نه در اولویت اونها لازم است، باید که انجام بده. درست. وقتی که نه توان نداشت باز روزه تخفیف میشه و برای از او که 3 روز روزه بگیرد. دوستی پیام دادن از گرگان قدیم، حسین از گرگان قدیم که پرسن گوسفند وقتی که قربانی میکنن آیا برای یک نفر است یا برای تمام خانواده؟ یعنی اون قربانی از طرف اون شخصی که قربانی میکنه حساب میشه از طرف کل اعضای خانواده که شامل برادر، خواهر و پدر و مادر؟ وقتی که یک خانواده بوده باشن از طرف تمام اونها به شمار میره، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذبح میکرد، قربانی میکردن، میگفتن اللهم بسم الله من آل محمد و من محمد و آل محمد. این از پیام از محمد و آل محمد هست، یعنی از جانب خود و خانواده خود که همسران بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن، همگی شامل این قربانی میکردن، همه شامل او بودن. بله، در حج وقتی که بوده باشد هر کس قربانی جداگانه خدا دارد، اما در غیر حج چون او هدیه هست که بالای هر کسی جداگانه لازم است. در غیر حج، در عید قربان که در هر کس در خانه های خود هستن، درست، یکی از اونها
کفایت میکنه و اگر چند تای هم قربانی میکنن ثوابی خودشو داره درست بیشتر و و نون جیم از اسلام آباد غرب پرسیدن که سوالشون اینگونه است لطفاً در مورد کنیزداری در اسلام توضیح بدهید که ظاهرا این شاید وقتی ببره اگر لازم میدونیم به انسان هم پاسخ بدین در رابطه با کنیزداری. موضوع کنیزداری در اسلام یک برده داری و کنیزداری نظامی مرتبط با هم هست که اصلی در اسلام مربوط بود به جریانهای جنگی. وقتی که در جنگ اسیران می گرفتن اسیرهای جنگی یعنی مربوط به افراد قرار می گرفت و جزی افراد او خانواده و دارای حقوقی بود و در خدمت با اونها قرار می گرفت تا به وقتی که یا مکاتبه اونها صورت می گرفت یا یکی بنابر حالات متعددی که در اسلام قرار تعیین شده آزاد می شدن. درست. در تمام این یعنی نظام برده‌داری و کنیزداری و برده‌داری که در اسلام بوده جزی از خاصیت هایی بوده که به اساس عرف آن زمان که بود بر اسیران به جای گذاشتن در قفس های زندان درست از اینها خدمت میگرفتن در خانه اونها در خانه ها چیز میشد اونجا حقوق لازم بود بالایشان درست که اینها خدمت میگرفتن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم فرمودن که از توانش بالا برای او کار انداخته نشود، توهین نشود، در روی او زده نشود، حتی اینکه کسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که اگر در روی و رخسار او کسی شلاق میزند درست کفاره ای است که او را آزاد کند. با اون که برده‌داری از قبل از اسلام رواج داشته و در اسلام اومده باز هم اسلام توصیه های نیکی در رابطه با تعامل اونجا نحوه تعامل با او را تنظیم کرده که یعنی حتی در رخسار و در روی کسی شلاق میزنه به کنیز خود کفاره او میگه جز به این ادا نمیشه که او را آزاد کنه و راه های دیگری برای آزاد ساختن اونها هم میگه ما خودم در کفاره قسم میگه یک قسم میخوره برای درست تحلل از قسم خود رهایی از قسم خود باید برده آزاد کنه. کسی که همخوابی میکنه در رمضان برای درست بعد یک برده آزاد کنه بله کسی که مثلا زهار شد برده آزاد کنه و کسی بسیار حالات زیادی است که آزادی برده رو اسلام آزادی برده راه برای ازو درست گذاشته. اینجا هست ما در اینجا یک موضوع جدی که اونجا هست یعنی در زمانی که در اسلام و چیز برده داره با تقنین و قانون سازی جدی برای او که یکی از جمله چیزهایش که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که کسی که کنیزی داشت او را تربیت تعلیم فعلمها و ادبها فاحسنه تأدیبها به او ادب و ادب آموزانید به او علم آموزانید سپس او را آزاد کرد و با او ازدواج کرد این سبب ورود جنت او می‌شود. یعنی راهی که تعلیم تربیه نیکی او جزی از حقوق او هست که مثلا ما فعلا در مجموعه جامعات بشری یکی از حقوق فرزندها بر والدین هست که به اونها تعلیم و تربیه بده. عین این حق در اسلام برای برده و کنیز تعیین شده که باید با اونها بیاموزند. لذا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه به مانندی فرزندان خود عکریمه غلام خدا پایش بسته میکرد تا که درس خدا یاد نمیگرفت آزاد نمیکرد نمیگذاشت تا که بیرون برود باید درس خدا یاد بگیرد تا اینکه عکریمه یکی از بزرگترین مفسرین زمان خود درست برآمد. حسن بصری امام سید تابعین عین موضوع بود. محمد ابن سیرین
سعید ابن جبیر مجاهد که عطای ابن ابی رباح، تمام اینها به اساسی در جریان برده بودن به اساس تعلیمات اسلامی اشخاصی بود که اینها یعنی لازمان تربیه شدن، نه که احسان بالای اونها بوده باشد، جزی از مسئولیت برای در برابر اونها بود و بزرگترین شخصیت های جامعه اسلامی به بار آمدند. خواهری محمد ابن سیرین، حفصه بنت سیرین، حفصه دختری شیرین که اصل نسبشان فارسی زبان بود، به اندازه یکی از جمله زنهای مفتی در زمان تابعین بود درست. که حتی در بسیاری از مسائل که برادر بزرگی او محمد مرجع فتوای تابعین در زمان خود بود، در بسیاری از مسائل که پرسیده میشد به او مراجعه میکرد یا راجع میساخت که از درست. حفصه بپرسید، باز به ما معلومات بدید که او چی نظر دارد. این جزی از اساساتی هست که در او گذاشته شده، بجای این که قسمی که فعلا هست، بسیاری از زنها برای سالهای بسیار طولانی، 10 سال و 20 سال و 30 سال در زندان گذاشته می شوند تحت تعذیب و شکنجه و تحت حالاتی بدون اینکه مسئولیت های آنقدر در برابر اونها بوده باشد، حقوقی قسمی که معلوم است به همه زندانی چقدر حقوق دارد، درست حقوق برای اونها بوده باشد، تحت تعذیب همین زن اونجا بدون تعذیب در حفاظت یک خانواده با مسئولیت های ملزم به اونها زندگی میکرد و هر وقتی که راه برای آزادی او برابر میشد یا اقارب او برابر میشد که باید او را بخرن آزاد بکنن، پرداخت برای یعنی مالک و مسئولی او داشته باشن و او را آزاد بکنن، هم این شخص ملزم بود که او را آزاد کنه، وقتی که این شخص نیک جامعه شده باید ملزم بود که او را بپذیره و آزاد کنه. و این تمام است که او را امتیاز میده نظام حتی بردهداری که اسلام تجویز کرده برایش درست. جواز داده در بدون اینکه او را ملزم ساخته باشه، حقوق برای او گردانده که بالاتر از آن چیز که فعلا در جامعه فعلی صورت میگیرد. به جایی که یعنی لذا ما در صدر اسلام تا بسیار زمانهای یعنی کمتر زندانهای وجود داشت، درست، چون اینا جزی جامعه میشدن، به جایی که جزی از بار بالای بار دوش بالای جامعه و در شکنجه جامعه بوده باشن، درست، اینها جزی جامعه میشدن، حقوق داشت بالایشان و حقوق التزامات در برابر اونها بود که تعلیم تربیت جزی از اساسات او بود و عدم کارفرمی و آنها کار انداختن بالای از آنها بالاتر از توانشان، و اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اگر کاری که بر آنها مشقت به آنها بار میارد با آنها میسپرد، فاعینهم، باید که با آنها کمک کنید، در پهلوی از آنها شما خودتان درست این کار انجام بده. کار انجام بده. پس اینجا مسئولیت هایی است که اونها یعنی با رعایت او برده ها بزرگترین شخصیت ها چی از زن و چی از مرد در تاریخ اسلام دقیقاً قرار گرفتن، برعکسی که زندانی ها در به تعبیر بهتر بگیم در کشورهای اروپایی یا در کلا روش اروپایی بله. یا غربی اینجور است. اما اگر بازم به دوران به حساب حدوداً 200-300 سال پیش در آمریکا یا در کشور اروپایی نگاه کنیم، کشورهایی که تحت سیطره انگلیس یا کشورهای آمریکایی بودن، بردهداری اونها که اصلا خارج از انسانیته، تعامل و برخوردی که با برده ها داشتن، اون هم برده هایی که در جنگ به دستشون نرسید بلکه خود این کشورها یورش برده بودن بر کشورهایی که اونها بند ساکن بودن و اونها رو به عنوان برده گرفته بودن، حالا به خاطر سیاه‌پوستی و سفیدپوستی و مثال دیگه بود. اگر واقعا به اسلام به هر
یک از قوانین اسلام نگاهی بنازیم، البته نگاهی منصفانه واقعا کامل ترین و جامع ترین قانونی هست که برای بشریت ارائه شده. یعنی اینجا هم یکی از حقوقی که برای کنیز مثلا در اسلام در نظر گرفته شده، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لازمی قرار داده که باید او را عفتی او را حفظ بکنه. درست. یعنی به هر شکل عفتی او را حفظ بکنه تا او یکی از جمله اشخاص تنفروش در جامعه نباشد. لذا در آیت ما، آیت از آیات قرآن کریم در این خصوص داریم که اگر برده ها و کنیزه های نیکه در اختیار دارد، اونها را با یکدیگر ازدواج بدهد. این جزی از راهکارهایی است که در اینجا یعنی موظف هست و ملزم هست شخص مسلمان که در همراه خود خدمتگار زن یا خدمتگار مرد دارد، باید این حق عفت او را حفظ بکنه و این حق هم در نظر بگیره. نقص در این جرمی هست که بالای از اون باشه. درست. ممنون جناب استاد، واقعا ممنون، سپاسگزارم از شما از تا این قسمت، تا این قسمت از برنامه وقتتون در اختیار ما قرار دادید و همچنین ممنون، سپاسگزارم از تمام بینندگان که تا آخر برنامه با ما همراه بودن. جناب استاد اگر صحبت پایانی دارین برای بینندگان عزیز بفرمایید و شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. سلامت و موفق بوده باشین. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز در پایان هم سلام عرض میکنم و از شما و از تمام بینندگان عزیز که وقت گرانبهای خود را در اختیار برنامه دوست داشتنی خودشان قرار دادن و با ما همراهی کردن اظهار سپاس میکنیم. از الله تبارک و تعالی دعاگوییم که ما و همه را در مسیر نیک و در مسیر شناختی درست اسلام و عمل درست با داده های درست و تعلیمات اساسی و طلایی و درخشان اسلام توفیق عنایت بکنه و ما را در یک زندگی موفقانه در دنیا و در آخرت نگه داره. آمین. ممنون سپاس جناب استاد و همچنین بینندگان عزیز. شما همه بینندگان گرامی را به خداوند بزرگوار می سپاریم تا برنامه بعد. خدایا رو یاورد.